سلام دوستان با دوره آموزش برنامه نویسی سی پلاس پلاس در خدمتونیم و اینکه ما تو این دوره میخوایم, به... میخوایم یه سری مفاهیم برنامه نویسی بهتون یاد بدیم و یه سری مبانی برنامه نویسی که شما اگه اینا رو یاد بگیرید حتی اگه در آینده بخواید مثلا زبون دیگه ای هم کار بکنید دونستن این مفاهیم بهتون کمک میکنه یه جوری مفاهیم های یکسانه خب ولی خب اینا رو با سی پلاس پلاس جلو و برای اینکه بتونیم رو اونها بشیم با همدیگه مثال حل میکنیم مثال رو تمرین حل میکنیم مثلا اگه من به شما وری بلا رو بگم به عنوان مثال خب تا موقعی خودتون باش کار نکنید نمیتونید یادش بگیرید نمیتونید روشون مسلط بشید خب برای همین خیلی مهمه که حتما مثال حل کنید و تمرین حل کنید تا این مفهوم که از جا بیفته براتون و اینکه ما توی این دوره یه سری مثال داریم، یه سری تمرین. مثالا هایی که تو حین ویدیو میگم و تو حین ویدیو انجامش میدم. این هایی که ما داریم و یه سری تمرین داریم که تو آخر هر ویدیو میگم و اول ویدیو بعدی انجامش میدم. تا بتونیم که به حال این مفاهیم برامون جا بیفته و بهتر یادش بگیریم. در مورد محیط کد زنی که ما برنامه رو کجا بنویسیم خب من یه سری محیط کد زنی بهتون معرفی میکنم اینجا که الان من دارم کد میزنم در حال حاضر ویژوال استودیوه خب ویژوال استودیو خیلی چیز خوبیه و من بهتون پیشنهاد میکنم ویژوال استودیو خیلی کلا فضا خوبیه خب و اینکه حالا لینکاشم تو کانالم میذارم براتون لینک دانلودش ایناشو تو کانال براتون میذارم و اینکه میتونید ویژوال استودیو رو دانلود کنید و ازش استفاده کنید یکی اینه یکی میتونه وی اس کد باشه وی اس کد موقعی شما نصبش میکنید در جا نمیتونید ازش استفاده کنید باید یه سری کانفیگوریشن ها برای سی پلاس پلاس بزنید خب سر این یه ذره ممکنه اذیت بشید یه ذره مثلا زمانبر باشه یه اذیت بشید حالا ولی اینم به حال یه گزینه است شاید خیلی اوکی نست ولی میگم یک می کانفیگورشنی باید براش اجراشه شد خب یکی دیگه هم دو که این پایین دو میبینید من دارم خب دو که این حالا بد نیست میتونید ازش استفاده کنید ولی خب اصلا به خوبیه مثلا وی اس کد و ویژوال استودیو نیستا ولی خب حالا یه چیز معمولی دستش هم نیستش حالا برای اینکه یه برنامه توی ویژوال درست کنی حالا من یه برنامه اینجا آماده براتون آورده بودم بالا حالا برای اینکه درست کنم من یه براتون اجرا میکنم ببینید مثلا من ویژوال استودیو میبندم اینجا مثلا بگیم yes, یه سیو هم باشه خب یه دونه ویژوال استودیو جدید براتون باز میکنم که بدونید چه جوری یه دونه پروژه درست کنید کریت نیو پروژکت رو میزنم بعدش میاد اینجا نکنید تو ویژوال سی پلاس پلاس ویندوز کنسول اپلیکیشن اینجا که ما می نه. اینه خب بیاید حالا اسم اپلیکیشن رو هر چی دوست داشته بزن، حالا من میزنم همینجور باشه خب هر چیزی که اسم دوست داشته میتونید بزنید این دکمه اوکی رو میزنید دیگه این اجرا میشه دیگه زارو با تا این پروژه بیاد بالا حالا این پروژه ایجاد میشه واسه شروعش اینجا ببینید یه اینکلود پی سی دات اچ داره خب اینو بردارید قاطی میکنه اینا میتون پاک کنید اینا پاک کنید من کامنتارام بهتون میگم جلوترو اینا کامنتن خب کد نیستن بهتون جلوتر میگم اینجا شما یه دونه کلود pch.h رو میبینید خب اگر پاکش کنید برنامه کار نمیکنه خب الان مثلا این برنامه اینجا کار میکنه خب ولی اون کار نمیکنه سرم برای اینکه اینو حذف کنید خب الان بهتون توضیحش میدونم که چی میشه چهجوری اینو حذف کنید بکنید این PCH.H اصلا ما تو برنامه استفاده نمی کنیم ازش خب من توضیحاتم حالا ادامه درس بهتون میگم متوجه میشید اصلا ما یه آیو استریم داریم اصلا نیستش خب یه چیزی که خودش درست کرده این حالا باید هست کنیم الان بهتون میگم خب الان میری تو این پروژیکت اینجا میری گزینه آخر کنسول اپلیکیشن دو اسم برنامه خوب پراپرتیز میری تو پراپرتیزش تو سی پلاس پلاس و تو این قسمت هدرزه پری پریکامپلیت. حالا تلفظ هم درست گفتم یا نه این تو این هدرزه میای اینجا این گفته یوز تو اینجا باید اینو چی بکنی؟ بگی ناتیوز حالا من فقط قبل از اینکه ناتیوز یوز کنم ایست بهتون بگم نیا کنیم. مثلا بیا ولی اجرا کنیم این الان اجرا میشه خب ولی مثلا اینو پاک کنیم اجرا نمیشه میبینید اینو الان پاک کنم این اصلا نباید باشه تو برنامه همون چون این اجرا نمیشه خب سر همینه تو ادامه هم توضیح بدیم میبینید اصلا چه چیزی ما نداریم یه چیزی که حال خوش درست کرده یا من میام اینجا نیات این میزنم و اوکی الان دیگه کار میکنم خب الان کار کرد خب حالا توضیحات برنامه رو بهتون میدم دیگه مثلا بخواید برنامه باز کنید میتونید از اینجا هم باز کنید مثلا فایل بزن یا نیو یه چیز جدید باز کنید که اوپن کنید برنامه قبلیتون خب میتونید کار انجام بدید حالا من این ویژوال استودیو رو میبندم با همون برنامه قبلی که حالا خودم باز کردن با اون ادامه فقط خواستم یه بار اینو بیارم بالا که ببینید شما برنامه چجوری درست میشه ولی حالا من میرم با همینی که درست کردم ادامه میدم خب شروع کنیم این برنامه که میبینید ساره ترین برنامه این که میشه با سی پلاس پلاس نمیشید حالا من بهتون توضیح میدم چیه نگران نباشید خب اول از همین خط اول شروع کنم یه سری اینکلوده حالا من ممکن الان یه دونه اینکلود شما میبینید ممکنه چند تا اینکلود باشه این اینکلودا کتابخونهان یعنی یه سری کتابخونه خب ما میگیم موقع ممکن... اینکلود میزنیم یعنی برو از اون کتابخونه ها میتونی از اطلاعات اونها استفاده کنی یه سری کتاب های میتونی استفاده کنی خب اجازه داری مثلا تابه یکی داره چیزی داره ازش استفاده کنی حالا خیلی روشون گیر نباشید اولش خیلی روشون گیر نباشید شما اولش همه اینا رو بزنید این کودها رو بزنید فقط بلاک کد رو ما اینجا بنویسیم اولش خیلی نگران نباشید ولی من باز یه توضیح بهتون میدم که حدودش رو بدونید چه برید جلوتر خودکار براتون جا میفته اینکه که نوشتم using name space cdi استانداردی داره پیروی میکنه خب و این int برنامه ما تو این int شروع میشه یعنی که برنامه ران میشه از int شروع میشه و میاد هر بلاک کدی که ما زدیم اینجا اجرا میکنه یه نکته هم از اینجا ریترن صفر رو که مینید، به اینم توجه نکنید به این return صفر شما اینو بنویسید توجه نکنید من تو تابا اینو کامل بهتون توضیح میدم که چیه خب خیلی نگرانش نباشید فقط الان تمرکز رو بذارید رو کدایی که تو این بلاک ما می نویسیم. فقط همین الان فقط تمرکز رو این بذارید خب شروع کنیم این برنامه که می بینید سی hello world see سی اوت یعنی چیزی به کاربر نشون بده تو سی پلاس ها چیزی به کاربر نشون بده و ما که سی اوت رو مینویسید نویسید باید این علامت هم بذارید علامت بزرگترین بزرگتر, مز... بزرگتر دو تا بذارید. و اینکه اون چیزی که میخواید به کارمند نمیشه مثلا اینو اجرا بگیریم ببینید چی میشه می‌بینید به این زیراش هم توجه نکنید حالا من اینا نمیدونم چرا خودش آورده خیلی اصلا بهش توجه نکنید برنامه ما هم بالاست اینا نمیدونم هم همینجوری خودش آورده خیلی مهم هم نیست خب این اصلا مهم نیست. خب میبینید Hello World رو برام چاپ کرد شما هر چیزی که بخواد به کاربر چاپ کنید داخل اینجا می نویسید هر چیزی که بخواد چاپ کنید مثلا هی مثلاً، خب هر چی چاپ خب همینجوریه این حالا سی اوت های ولی خیلی حواستون باشه یه چیزی که میخواید به کاربر نشون بدید حتما داخل دابل کوتیشن باشه یعنی شما اگه این دابل کوتیشن نذارید اینجا نکنید دابل کوتیشن رو شما اونجا پاک کن خطا میگیره میگه این چیه خب ایراد میگیره برای همین شما یه چیزی که میخواد به کاربر نمایش بدید دابل کوتیشن نمایش بدید مگه یعنی که اون وریبل باشه که بخواید همونجور نمایش بدید که من وریبل ها رو جلسات بهتون میگم خب سر همین این مثلا یه چیز به کاربر نمایش خب حالا مثلا شما میتونید دو تا چیز به کاربر نمایش بدید مثلا سی اوت کنی هلو سی اوت کنی مثلا هی هرچی خب حالا همینجوری داره میاد خب حالا ببینیم اجرا بگیریم ببینیم چی شد خب میبینید هلو هی و پشت سر هم نوشت خب یعنی ما موقعی که اینا رو می نویسیم سرخل انتظار داشتیم می یعنی هلو رو تنها می هی هم تنها ببینید ولی الان که ببینید اینجا پشت سر هم نمیشه خب چیکار کنیم اینا بدن سر خط شما دو, تا کار میتونید انجام بدید یکی اینکه بعد این هلو بیاد بک n ان بزنید این بک اسلش ان این میره سر خط دیدید یه دونه این کاره یکی همینه که این بک اسلش رو بزنید بیاید بزنید از اندل استفاده کنید سی اندل سیاوت اندل چیه؟ اندلیس تعریف شده است. میبینید دبل کوتیشن هم نذاشتمش. بریبلم نیستش. این چیزی که خود اینجا تعریف شده باشه. اندل. اندل میره سرخط. هر جا به سیاوت اندل رسید میره سرخط. نمی کنید. رفت سرخط. خوب. اینجوری. هر جا به سیاوت اندل برسه میره سرخط. حالا ما اینجا میتونیم این دستورات رو تو سه خط بنویسیم میتونیم این دستورات رو تو, تو یه خط بنویسیم خب چجوری تو یه خط بنویسیم ما بخوام این دستورات رو تو, یه... تو یه خط بنویسیم از سی فاکتور میگیریم دیگه سه سی اوت رو نمینویسیم به جاش میام مینویسیم به جاش ولی علامت رو از استفاده کنیم بزرگتر خب مثلا مینویسیم اندل یه بار دیگه هم مینویسیم هر چند دوست میتونیم بنویسیم هی که مثلا اینجا نوشته بودیم خودمون بارم اینو بنویسیم اینا پاک می‌کنیم میبینید که همون کار انجام میده هم. hello. Hey. میبینید میبینید همون هلو هی که کار انجام میده خب این هم از اینکه که چجوری ما بریم سر حالا شما هر جور دیگه هم میتونید بنویسید مثلا این اندل رو نذارید اینو پاک کنید کلا خب میخواید هلو و هی کنار هم نوشته باشن ولی نه این که با اینکه به هم بچسبن یه فاصله باشه بعد اینجا یه اسپیس میذارید اسپیس فاصله درست میکنه ببینید خب. اسپیس فاصله رو گرفت یا که مثلا بیاین اسپیس رو پاک کن نمیخوام نمی... هلو تنها باشه نمیخوام اسپیس کنارش باشه بیا اینجا یه دونه دیگه بذار اینجا هرچی چی بنویسیم چاپ میشه دیگه قابل دارید نگا مثلا یه همینجوری بنویسم ببینید چاپ خب بین اینا چاپ شه. به جای اینکه یه دونه همینجوری بنویسیم یه اسپیس میذاریم بین اینا اسپیس چاپ میشه پس فاصله بینشون میشه اینم حالا از این موضوع Uh, یه چیز دیگه هم خواستم بهتون بگم کامنته کامنت چیه؟ اون موقع که دو تا اسلش بذارید هر چی این تو بنویسید هیچ اتفاق نمیفت اگه مثلا تو حالت عادی بنویسید میکنید اصلا میگه این چیه دیگه انا خطا این چیه دیگه خب ولی تو توی موقع که بک اسلش م... ببخشید اس دو تا اسلش میذارید خب این اصلا حساب نمیکنین چیه خب هر چی میتونه باشه هر که شما دوست دارید میتونید توضیح بنویسید اصلا بگید مثلا هر توضیح من اینجا بنویسم دیسیز کامنت خب ولی هر توضیح راجع به کلتون میتونید بنویسید این واسه یه خط کامنت زدنه اگه بخوام چند خط کامنت بزنیم دیگه مثلا چند خط کامنت بزنیم میتونیم باز همینجوری بزنیم همینجوری انقدر از اینو بزنیم مثلا اینجوری خب ولی یه راه دیگه هستش واسه چند خط کامنت زدن به درد میخوره یعنی که اسلش و استار این خودش هم باز کرد دوباره استار و اسلش این بلاکه یه جورایی کامنته This is a block of comment خوب. این بلاک کامنته خوب یعنی که شما اینجا مثلا برو سر خط بیچ خط سی خط هرش, هرش میبینید سبزه توضیحات شما اینو اصلا کامپایلر به حساب نمیاره اینو خب اصلا بهش توجهی کنه این حالا الان کار گفتم این حالا بهتون گفتم بدونید اصلاً الان اصلا خب یه جوری نداره الان خب ولی موقع که برید جلوتر برنامه‌تون بزرگتر شه و نمیدونم یه ذره میگم الان تعداد خطا خیلی زیادی است تعداد خطا بره بالا چند تا برنامه شه خیلی اینا به درد میخوره خیلی یعنی خیلی زیاد شما مثلا باید یه کدی رو نوشتی باید دو ماه دیگه ببینیش بفهمیش کامل باید بفهمیش خب این کدا خیلی کمک میکنه بهتون یعنی این کامنت ها خیلی بهتون کمک میکنه که این کامنت رو بخونی و خیلی اوکی متوجه, متوجه بشی چی کار کردی خب حالا الان خیلی روش نمیخوام بحث کنم ولی کلا گفتم که اینو بدونید خب اینا جلسه اولمون جلسه اولمون خب بیشتر این بودش که با فضا آشنا بشیم و یه توضیحات اولیه بدم و اینا خیلی مثال رو تمرین خاصی نداریم و اینکه حالا مثال تمرینمون به طور جدی خب از جلسات بعدی شروع میشه و اونجا خب بیشتر با هم کار میکنیم فقط اینکه خواستم اینا رو ب... اولش رو بهتون توضیح بدم و یه فضای کار ببینید چه جوریه و اینکه سعی کن خودتون مثلا یه سیاوتی یه چیزی بزنید برای خودتون یه اندلو مثلا بزنید یه چیز معمولی فقط سعی اینه که گفتم برای خودتون بزنید که حالا یه کار کرده باشید دیگه خب این جلسهمون همون تمام شد تا جلسه بعد خودم نگهدار